آقای خامنه ای 2000 متر پشت خونش باغ داشته، فلان داشته، بسار داشته. کمکاری که آقا من یه راننده تاکسی هم. خیلی با خانومم یکی بدون میکردم و گاهی اوقات اون اتفاقی که نباید میافتاد و من گاهی اوقات دست به زن داشتم. من یه مذهبی جهنمی بودم. اصلا نمیدونستم این رذایل اخلاقیه و خودم رو مثبت جلوه میدادم. دست یکی از همسایه‌مون 2-3 کیلو گوشت دیدم. باور کن همونجا تو حیاط تو پارکینگ خونه زدم زیر گریه. گوشت دست همسایه‌ام گفتم ما نمیتونیم اینو بخریم. من بچه من 13 سالشه هنوز نمیدونه که آقا جون این چراغی که داره چشمک میزنه چیه و تازه فهمیدم که چقدر دنیا زیباست. علی ملکی هستم، متولد 1360، زاده تهران و همکنونم تو محله مالیک شهرستان ملات زندگی میکنم و شغلم هم که راننده تاکسیه و از همین راه کسب درآمد میکنم. از زمانی که من ازدواج کردم، تشکیل خانواده دادم، دچار یه سری چالش های زندگیم شدم. میتونستم تو این راه لذتشو ببرم، استفادهشو ببرم و عرضم به خدمت شما خیلی راحت زندگی بکنم، ولی خودم درگیر یه سری اخلاقیاتی کردم که واقعا هم به خودم آسیب زدم و هم به خانومم و مخصوصا به خانواده خانومم که به اصطلاح اون مهارت کلامی رو نداشتم. من اهل شوخی بودم، یه وقت شوخی هایی میکردم که قصد حالا بدی نداشتم ولی باعث ناراحتی میشد و بعضی وقتا کار به جای باریکی کشیده میشد. من اون موقع تاکسی ون داشتم، با ماشین من معمولا میرفتیم مسافرت، یکی میشدیم و یه حالت منت گذاشتن میشد، منت میذاشتن آره با ماشین من اومدیم، چرا اون غذا رو بهترینش به من نرسید، غذایی که دارید میخورید مثلا، چرا اون اتاق خواب بهترینش به من نرسید فلان، چرا خواهرت این حرفو به من زد، چرا داداشت به من سلام نکرد، چرا بابات به من اخ کرد. اینا همه رو من میگفتم به خانومم. واقعا من همینجا دست خانومم رو میبوسم که منو تحمل کرد، واقعا منو تحمل کرد، هم منو دوست داشت و با گریه میگفت، میگفت من هم تو رو دوست دارم هم خانوادهمو دوست دارم، دوست ندارم بینتون این حرف و حدیثی پیش بیاد، دوست دارم با هم خوب باشید. خب حالا خواهرم حوصله نداشت سلام نکرد، حواسش نبود، حالا بعد از زنم با خانومش درگیر بود مثلا، حالا پدر خانومم بالاخره این همه مشکلات سرش ریخته بازنشسته است، حالا شاید یه اخمی هم کرد، منظورش تو نبود، اصلا منظورش تو بود، تو چرا اینقدر حساسی، چرا اینقدر زود رنجی. این باعث میشد که تو خانوادهمون نه تقصیر تو، تو داری طرفداری میکنی و چه فلان، من شوهرتم تو داری از اونها طرفداری میکنی. و خیلی عصبانی بودم، خیلی پرخاشگر بودم، خیلی با خانومم یکی بدون میکردم و گاهی اوقات اون اتفاقی که نباید میافتاد و من گاهی اوقات دست به زن داشتم. بعضی وقتا من به نوه پدر خانومم حسادت میکردم، میرفتم اونجا گفتم چرا به این نوه بیشتر توجه میشه، ولی من که تنها دومادشم اینجا توجه نمیشه. همین زود رنجیه رو داشتم، همه مقصرش خودم بودم، با رفتارهای زشتی که با اونا داشتم، با جملاتی که نباید میگفتم، کلماتی که ناراحت کننده بود نباید بهشون میگفتم، با منتایی که سرشون میذاشتم، با برخورد بدی که با تو مسافرت ها باشون داشتم، با برخورد بدی که جلوشون با دخترش داشتم، خودم اینو درست کرده بودم، خودم زندگی خودم رو خراب کرده بودم. میگن آقا احترام دست خودت، احترامت نگه دار. من خودم احترام خودم نگه نمیداشتم دیگه. خب یه راننده تاکسی با اون وضعیت، پدر مادر ضعیف، کسی هم کمکمون نمیکرد، تو زندگیمون خیلی دچار مشکل شدیم، خیلی سختی کشیدیم. من یادمه تو یه دوره که ما خونه خریدم، مسکن مهر خریدم و تاکسی ون داشتم، تاکسی ونمو فروختم و ماشین شخصی خریدم و ماشین شخصی کار میکردم. خونه که خریده بودم انقدر این مشکلات رو من فشار آورده بود، من 5 سال با خانومم نه شمال خونه فامیلامون رفتیم، نه همدان رفتیم، هیچ جا نرفتیم. با خانومم بچه‌مون رو می‌ذاشتیم مهد کودک، با خانومم می‌رفتیم ساختمون تمیز می‌کردیم، هم مسافر کشی می‌کردم هم ساختمون تمیز می‌کردیم. هیچ وقت یادم نمیاد یه بار من دست یکی از همسایه‌مون 2-3 کیلو گوشت دیدم، باور کن همونجا تو حیاط تو پارکینگ خونه زدم زیر گریه. گوشت دست همسایه بودم، گفتم ما نمیتونیم اینو بخریم. یادم ما خونه پدر خانومم بودیم، یکی از این همسایه‌ها برای پسرش عروسی مفصل گرفت، پول پیش خونه‌ش هم جور کرد، تمام وسایل خونه‌ش هم جور کرد بهش داد. پسره اومد پرو پرو، با اینکه خودش معلم بود، خانومش
کار میکرد، درآمدشون هم خوب بود، اومد گفت بابا ما هوا داره سرد میشه ها، ما بخاری نداریم. من دیدم بابای گفت چشم پسرم، دیدم رفت یه بخاری براش خرید، آقا گفت اینم بخاری، برو سر خونه زندگیت. من یادم اون سال زمستون ما خیلی مشکلات مالی داشتیم، گرفتار بودیم، من خونم بخاری نداشتم واقعا، سردمون بود. یه چکی جور کردم و یه درصد رو چکه کشیدن و یه بخاری ما خریدیم آوردیم تو خونه. بعد با خودم میشستم فکر میکردم، گفتم اون اینجوری ما اینجوری، خدایا این عدالته واقعا که مثلا ما باید انقدر سختی بکشیم و این راحت براش بخاریش جور شد و فلان بسار. این جریان 4-5 سالی گذشت، اون بنده خدایی که به اون راحتی زندگیش رفت جلو با یه دونه بچه کارشون به طلاق کشیده شد و از هم جدا شدن. حتی من گاهی اوقات یادمه که من تو اون خط تاکسی که کار میکردم یه آقایی بود به نام آقای علی مقیسه، اگه اشتباه نکنم، حالا اسم کوچیک نمیدونم، آقای مقیسه. این آقا یه آدم جنتلمن، یه آدم شیک پوش، با مسافرا، با همکارا یه جوری برخورد میکرد که انگار خلبانه، یه خلبان اینجوری برخورد نمیکرد. به همه عزت میذاشت، به همه احترام میذاشت، با همه خوب سلام علیک میکرد. یه آدم انسان به تمام معنا بود این آقای مقیسه. و تمام بچهای خط، همه اون 40-45 نفر اینو دوستش داشتن، بهش احترام میذاشتن، بهش سلام میکردن. خب من گاهی اوقات تو دلم به این حسادت میکردم. خب جای حسادت نیستش که، آقا دنیا هست دیگه، دنیا هست، خدا هست، کار خوب انجام بده، تو هم خوب باش، مثل آقای مقیسه باش، چرا حسادت میکنی؟ حسادتی نداریم که. منم میتونم خوب باشم، منم میتونم رذایل بد اخلاقی رو کنار بذارم وقتی که قلب من از کینه پره. من تو مسافرت با برادر خانومم دعوا کردم، کتک‌کاری کردم، نزدیک 2-3 سال قطع رابطه انجامید که مقصرش هم 100% من بودم. سرکوفتشو به خانومم میزدم. خانوم من چه گناهی داره؟ خانومم هم منو دوست داشت، هم برادراشو دوست داشت. من سرکوفتمو به خانومم میزدم. یادم مادر بزرگ خانومم فوت کرده بودش. خب معمولا رسم دیگه زیر اعلامیه می‌نویسن از طرف آقای فلان، خانم فلان، خانواده فلان، فلان. اسم فامیلی نشون بودن، فامیلی من ننوشته بودن. بعد تنها دوماد خانواده یه ملکی ننوشته بودن. شاید بگم تا 10-7 سال من این سرکوفتشو به خانومم زدم. خب من چی کار کنم؟ الان برم به اونا بگم دوباره اختلاف بشه، دوباره دعوا بشه. خب حالا ننوشتم. اصلا برات مهمه؟ بله برام مهمه. من دومادم خانوادم، تنها دومادم خانوادم. چرا اسم من اون زیر ننوشتن؟ اون موقع برای من مهم بود، خیلی هم مهم بود، شخصیت من خورد شده، فلان شده. بعد من تمام این قرا و نقار سر خانومم میزنم که واقعا خانومم منو تحمل کرد. من یه پدر پیر دارم که اینجا زندگی میکنه نزدیک خودمونه و پدر من نزدیک 90 سالشه، زخم بستر و آلزایمر و پوشک و اینا. 4 تا برادر هستیم و من چون نزدیکشون هستم بیشتر میرم بهشون سر میزنم و رسیدگی میکنم. یکی از برادرای منو به نام مجتبا، اینو مادرم خیلی این مجتبا رو دوست داره و همیشه میگه بچه‌م مجتبا، بچه‌م مجتبا. یه روز به مادرم برگشتم گفتم که مادر جان، من که بیشتر میام پیش شما، بیشتر به شما سر میزنم، بیشتر سعی میکنم هواتون رو داشته باشم، 4-5 ساله من دارم میرم داروهاتون رو میگیرم، مجتبا هفته یه بار میاد یه بابا رو یه حمومی ببره یا یه زنگی میزنه، برای چی اینقدر تو مجتبا رو بیشتر از من دوست داری؟ میگفت تو میای اینجا به ما رسیدگی میکنی، هوای ما رو داری، دستت هم درد کنه، ولی آخر سر اون دادی که سر من میزنی من جیگرم میسوزه. مادرم میگفت من مادرم، من احساس دارم، تو بچه منی، بین هیچ کنون از بچه هم فرق نمیذارم، ولی مجتبا تا حالا یک بار سر من و پدر داد نزده، ولی تو داد میزنی، ما انتظار نداریم تو اصلا نصف این کارا رو انجام بده، ولی داد نزن سر ما، چرا داد میزنی؟ و من واقعا خراب میکردم و هر چقدر هم هر جا میگشتم که ببینم استادی، دانشمندی، فیلسوفی، گوش میدادم نه، میدونم نمیتونم تغییر بکنم و اصلا فکر نمیکردم اینا مشکل باشه، فکر میکردم که نه من حق دارم دیگه، حالا یه دادم بزنم، مادرم دیگه.
ظاهرم خوب بود، متدین بودم، ریش می‌ذاشتم، نماز می‌خوندم، هیئت می‌رفتم، مسجد می‌رفتم، ولی باطنم داغون بود. گناه باطنی رو داشتم که اون از همه بدتره. یکی از حملات شیطان با آدمای حالا نسبتاً، حالا من خودم رو نمیگم، آدمای متدین، اینه که تو ظاهرت خوبه فلان، ولی داخلت کینه رو داری، حسادت رو داری، غرور رو داری، خودبینی رو داری، همه اینا رو داری. اصلا نمی‌دونستم این رذایل اخلاقیه و خودم رو مثبت جلوه میدادم. و اینو من تازه الان بعد از 42 سال سن به این رسیدم که واقعا بله، من یه مذهبی جهنمی بودم. ظاهرم موجه بود، نماز می‌خوندم ولی خودم از دیگران برتر می‌دونستم. اصلا اون آقایی که نماز نمی‌خونه، حالا یه مشکلی داره. خب اونا مشکلاتشون ظاهری بود، حجاب نداشت، مشکلش ظاهری بود. شاید اون غرور و کینه و اون نخوت و اون حسادت و خودبینی و زودرنجی و که من تو دلم داشتم، ممکنه اون خانم بعد حجاب نداشته باشه. به این روایت از امام جعفر صادق من میرسم که میگه طرف 50 سال نماز میخونه و میره به جهنم. و واقعا منم همین بودم. یه مقدس مذهبی جهنمی. خب من آدم ضعیف و نفسی بودم، باید یک حرکتی، یه جرقه‌ای، یه اهرمی، یه چیزی برای من ایجاد میشد که میتونستم خودم رو تغییر بدم و این ذات کثیفم رو تمیز بکنم، قلبی که متعلق به خدا رو، خدا هستا رو تمیز بکنم و مذهبی نباشم که به جهنم میرم، مذهبی باشم که من از این نماز، از این روزه، از این مسائل استفاده شو ببرم، از شیعه بودنم، از اینی که من امام زمان دارم و تمام مسائل بتونم استفاده شو ببرم. و من منتظر یه جرقه‌ای بودم، منتظر یه چیزی بود، همیشه تو زندگی منتظر بودم. بعد از تلویزیون میشستم، پای سخنرانی ها میشستم، یا رادیو رو من روشن میکردم، همیشه میزدم شبکه معارف، خیلی سخنرانی ها رو گوش میدادم، ولی بازم داشتم اون رذایل اخلاقی بعد رو داشتم، همچنان با خانومم بد اخلاق بودم. تا اینکه من با یکی از این مسافران، آقای میرزایی، دوست و رفیق بودیم و کارگاه خیاطی داشتن، من میرفتم پیشش، این باراشون رو جابجا میکردم با ماشین. کارگاه خیاطی شدم، یه روز دیدم داره با موبایل یه چیزی رو گوش میده، دیدم یه صدای دلنشینی هم میاد، رفتم گفتم آقای میرزایی ایشون کیه داری صداشو گوش میدی؟ گفت ایشون استاد شجاعی هستن، محمد شجاعی، که من هر روز گوش میدم سخنرانیشو. گفتم استاد شجاعی من نمیشناسم، استاد پناهیان رو میشناسم، استاد حسین رفیعی رو همیشه گوش میدم تو ماشین. و بعضی وقتا تهران افسری میشستیم، میرفتم مجلس آقای هاشمی نژاد میرفتم مراسماتو میرفتم، ولی طلا استاد شجاعی نشنیدم، تو خیلی اینو زیاد گوش میدی. گفت یه کلیفشو برات میفرستم، اینو شما گوش بده، اگه به دردت خورد که راتو پیدا کردی بقیش هم گوش میدی، اگه نکردی هیچی دیگه به دردت نمیخوری. انسانشناسی 218 رو برای من ارسال کرد. من وقتی که این کلیپ رو گوش دادم، واقعا یه سری حرفایی که من این همه هیئت رفتم، این همه مراسمات رفتم، عزاداری رفتم، میشینم معمولا پای منبر میشینم، به این قشنگی من تا حالا به دنیا نگاه نکرده بودم. وقتی استاد سخنرانیشو گوش دادم که آقا اصلا ما برای چی به این دنیا اومدیم و این دنیا مثل یه باشگاه میمونه که شما باید از این باشگاه استفاده ببری، لذت ببری و هر چیزی که از سمت خداوند میاد دست نوازش خداونده. اینقدر این سخنرانی برای من جالب بود، من تا الان فکر کنم بالای 20 دفعه من این فقط کلیپ 218 انسانشناسی استاد گوش کردم. و با آقای میرزایی که این کلیپ رو برام فرستاده بود گفتم که میشه بازم بیشتر سخنرانی داره؟ گفت بله، ایشون کانال داره، سخنرانی داره، مباحث داره، آرشیو داره. گفتم آرشیوشو برای من بفرست. و الان که ما برج 11 هستیم، من از برج 2 تا الان آرشیو سخنرانی استاد رو دارم مدام گوش میدم. نماز رو گوش دادم، لا اله الا الله رو گوش دادم، مهارت‌های کلامی رو گوش دادم و عزت نفس رو گوش دادم، خیشتنداری، کارگاه خیشتنداری و خیلی. یکی از این مباحث استاد به نام سکوت و جدل که خیلی به درد من خورد،
تو فامیل، دوست، آشنا بحث‌های سیاسی زیاد می‌کردم. یه جوری محکم وای می‌سادم، بحث سیاسی می‌کردم، به جایی می‌رسید که محیط اصلا متشنج می‌شد و کار به بحث می‌افتاد و به اختلاف نظر می‌افتاد و همه ناراحت می‌شدن. و این ناراحتی باعث می‌شد که دیگه رفت آمدمون قطع می‌شد. من همیشه با خودم فکر می‌کردم و می‌گفتم که حق با منه. بحث سیاسی که من می‌کنم، من باید ثابت بکنم که حق با منه. میتونم این بحث رو همچنان ادامه بدم و اصلا برای مهم نبود که خانومم ناراحت میشه، پدر خانومم ناراحت میشه، اون ناراحت میشه. میگم نه، حق با منه، من باید وایستم. تا اینکه من فایل‌های سخنرانی سکوت و جدل استاد رو گوش میکردم، ایشون برگشت تو یکی از این فایل‌هاش، اگه اشتباه نکنم فایل 41-42 بودش، انقدر دیگه من سخنرانی استاد رو گوش میدم، روزی دیگه کمش از یکی دو ساعت برو تا 4-5 ساعت دیگه دارم هر روز من گوش میدم و دونه دونه تمام مسائلش هم به دردم میخوره. برگشت گفتش که عزیزانم، اون مهر و محبت و مهربونی که توی فامیل هست خیلی 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 ارزشمنده. شما وقتی که صله رحم داری، با فامیل رفت آمد میکنی، یه چایی کنار هم میخورید، یه بگو بخندی میکنید، از احوال هم جویا میشید، باعث میشه فشار قبر رو برداره، باعث میشه عمر طولانی بشه، باعث میشه نشاط داشته باشی. اون صمیمیت خیلی ارزشش بیشتره که شما میرید با یه بحث سیاسی که طرف فکر و منشش یه عمر، طرف 20 ساله داره ماهواره نگاه میکنه و این فشار اقتصادی بهش وارد شده و قبول نمیکنه حرفای تو رو. وقتی که حرفای تو رو قبول نمیکنه، تو چرا میخوای به اون ثابت بکنی؟ وقتی که امام خمینی میگه آقا برای حقانیت حضرت علی هم نه، شما نباید بحث بکنید، خود حضرت علی 25 سال خونه نشین شد و اسلام رو ترجیح داد به همه اینا، شما هم بحث نکنید، جدل نکنید، حرمت همدیگر رو نگه بدارید، اون لطف و صفایه خیلی ارزشش بیشتره. و من دونه دونه وقتی میرم جلو سخنرانی ها رو گوش میدم، هنوزم که هنوزه الان به فکر میکنم که بازم من هنوز رذایل اخلاقی بد دارم و باید اینا رو اصلاح بکنم و این حاصل نشده بود چین تو این 42 سال زندگی من تا وقتی که من به استاد شجاعی عاشق شدم. تغییرات عمده‌ای که تو زندگی من پیش اومده، یکی این که اول اصلا ناراحت نمیشم. خیلی الان کم پیش میاد که من ناراحت بشم، پرخاشگر بشم. و من اتفاقا چند روز پیش رفته بودم به بابام سر بزنم، خب یه مقدارم توان بدنی من ضعیفه، چون من یه چند سالی دیابت گرفتم و توان بدنیم خیلی ضعیف شده. به سختی من این پدرم رو جابجا کردم، پوشکش رو درآوردم، ترتمیزش کردم، زخماش رو پانسمان کردم، زیرانداز بهداشتی انداختم، همه این کارهایی که داشتم انجام میدادم خیلی به این فشار اومده بود، کمردرد گرفته بودم، مشدد گرفته بودم، مادرم هم بغل دستم وایساده بودش و این گفت این کارو کن. تمام این کاری که تموم شد، یه نفسی کشیدم گفتم خب تموم شد، فقط یه پوشکش میکنم الان میره. تا اسم پوشک اومد بابامو برگردوندن، دیدم دوباره بابای من دستشویی کرد و دوباره من باید این مراحل از اول پیش برم و من خندیدم. مادرم که خودشو میخندی، گفتم خندت باید بخندید، چیکار کنیم؟ نه، همش عشقه، همش ثوابه، همش خوبیه. قبل از که من به استاد آشنا بشم، اون لحظه داد میزدم، قاطی میکردم و سر مادرم هم داد میزدم و سر بابای آلزایمری من، اصلا هیچ گناهی هم نداره، سر اونم داد می‌زدم چرا تو این کارو کردی فلان می‌سا. ولی خندیدم، دوباره از اول این مراحل رو رفتم و دوباره همه رو تمیز کردم. و اون دعایی که مادرم همیشه برام می‌کنه خیلی خیلی برای من ارزشمنده، خیلی برای من ارزشمنده. و من به اون آرامشه رسیدم، رذایل اخلاقیمو تا جایی که خدا قبول بکنه، امام زمان کمک کنه، دارم دونه دونه کنار می‌ذارم و تازه فهمیدم که چقدر دنیا زیباست، چقدر زندگی زیباست. اصلا ما بدی نداریم، هرچی هم که از سمت خدا میاد، ما تو اون باشگاه قرار گرفتیم و داریم ساخته میشیم. بلا، مصیبت. و یکی از فایلایی که من استاد گوش میکنم و تموم شد جدیدن، فایل شکر
که 47-89 فایل سخنرانی داره، میگه شما اگر میخواید عادت بکنید که تو سختی ها خدا رو شکر بکنید، اولا راحتی ها شروع بکنید. شکر بگید. خدایا شکرت، خدایا من یه ماشینی دارم دارم کار میکنم، خدایا چه خانواده خوبی دارم، چه هوایی، چه درختانی، یه موز الان تو یه موز بخور، چه لذته، چه شیرینه، چه خوشمزه. خدایا شکر 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 شکر. شما که دائم شاکر باشی، شکر بکنی، یکی از صفات خداوند که شکور بودن رو میگیری و یواش یواش میری به سمت اینکه دیگه سختی هم میاد سراغت، اون موقع هم چی خدا رو شکر میکنی. و من دونه 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 واقعا خیلی خوشحالم، کاش که زودتر از اینا با استاد شجاعی آشنا میشدم. انتقاد بگم، نمیدونم حالا درسته یا نه، از صدا سیما انتقاد بکنم، از آموزش پرورش انتقاد بکنم، ما این همه روحانی داریم. آقا بیارید توی مدارس، بیارید توی تلویزیون، مردم رو روشن بکنن. بالاخره دو نفرم عوض بشن، اون دو نفر دیگر رو عوض میکنن. باید بر مردم بشکافن که آقا 3 سال محاصره اقتصادی یعنی چی؟ وقتی پیغمبر یه خرما رو دهن 10 نفر میذاشت، وقتی زن و بچه شبا زجه میزدن ولی استقامت کردن، یعنی دین ما باید با قیمت گوشت و مرغ بالا پایین بشه؟ همه اینا رو باید مردم بدونن، درست زندگی کردن. من بچه من 13 سالشه هنوز نمیدونه که آقا جون این چراغی که داره چشمک میزنه چیه، بابا اون آدمکی چیه. میگم اگه مدرسه بده یاد ندادم؟ میگه نه. انقدر چیزای آموزنده ما باید داشته باشیم، انقدر برنامه آموزنده باید داشته باشیم. آقا الان بچه من صبح تا شب داره 10 ساعت می نویسه، شب میاد میدم بابا به خدا مچه دستم درد گرفته، هر روز امتحان، هیچ کدوماش هم به دردش نمیخوره. اما بچه من وقتی بیاد انسانیت یاد بگیره، بیاد دین خدا یاد بگیره، بیاد اینجور مسائل یاد بگیره، بهتره یا اینکه فقط بنویسه؟ کمکاری که آقا من یه راننده تاکسیم، 10 کلاسم بیشتر درس نخوندم، ولی بعضی وقتا طرف میاد تو ماشین من میشینه، به خدا قسم استاد دانشگاهه، یه حرفایی که من میزنه اصلا من تعجب میکنم، میگم شما واقعا استاد دانشگاهی داری این حرفا رو میزنی؟ چی حال حرفش؟ آقای خامنه ای استبل داره، 70 تا دونه اسب فقط داره خودش، هر روز با یه اسب میره فلان میکنه، مثال میکنه، تفریح میکنه، لذت. آقای خمینی 2000 متر پشت خونش باغ داشته، فلان داشته، بیسار داشته. تمام سعی امون میکنم که اگر بتونم یه کمک حداقل کوچیکی برای امام زمانم بکنم. سخنرانی که میذارم داخل ماشین بازخورده خیلی جالبه، تقریبا میتونم به 3 دسته تقسیم بکنم این مسافرامو. خب یه سریشون میبینن، گوش میدن و قبول دارن و مشتاق میشن که بله ما این صحبت ها رو قبلا هم گوش کردیم، با استاد شجاعی و امثال استاد شجاعی آشنا هستیم و واقعا هم قبول داریم. یه سری هستن تو شک و تردیدن، هی گوش میدن میگن آقا میشه فایلش به ما معرفی بکنی، میتونی کانالش به ما معرفی بکنی. با اشتیاق زیاد براشون معرفی میکنم و تو پیام رسانه‌های داخلی اون گزیده ای از اون مثلا مهندسی فکر 2، انسانشناسی 218، سکوت و جدل 42-43، ارتباط با خدا، اونایی که خودم برای خودم گلچین کردم خیلی جالبه، اونا رو برایشون ارسال میکنم و آرشیو مطالبش هم برایشون ارسال میکنم و کلی هم تشکر میکنن. و من بعضی وقتا میبینم بعضیا پیاده میشن واقعا عوض. من شاید بگم 2 تا یا 3 تا از مسافرای خانوم من که خیلی بد حجاب بودن نشستن تو ماشین من، موقع پیاده شدن کلی تشکر کردم و دیدم یه خانومه فکرش میخواست پیاده بشه کلن روسریش رو سرش کرده. گفتم خانوم من نگفتم شما؟ گفت نه آقا شما این صحبتهایی که با من کردی و اینا، من از جون و دل قبول کردم که این حجاب برای من خوبه، مفیده. حتی من یه خانومی رو سوار کردم، خدا رو شکر که من با شما اومدم و تاکسی اینترنتی گرفتم و سوار ماشین شما شدم، با شما اومدم و این مطالب از شما شنیدم. شما مطمئن باش من وقتی که از پیش شما رفتم حتما تو وضعیت حجاب خودم و نمازم 100% یه تغییر انجام میدم.
و عرضم به خدمت شما این یه سری از افراد و یه سری از افراد هم هستن که میبینم اصلا نمیشنون انگار، مثلا روشنه صحبتم قشنگه دارن گوش میدن ولی نمیشن، یا میگن چقدر هوا آلوده است، چقدر کثیفه، چقدر چه میدونم ترافیک فلانه، اصلا صحبت واژه‌ها رو نمیشنون، انگار تو گوششون نمیره. یا بعضی هم وقتی میشینن شروع میکنن پرخاشگری، برخورد بد. من میبینم که دیگه داره به جای باری کشیده میشه، دیگه ضبط خاموش میکنم و میبینم نه، اینا واقعا قلبشون و دلشون پذیرش اینجور صحبت‌ها رو نداره و منم میبینم کار داره به جای باری کشیده میشه، دیگه کوتاه میام و براشون دعا میکنم. یک روز من یه مسافر دربستی بهم خورد، یه خانمی نشست عقب، یه خانمی تقریبا 45 ساله نشست عقب و بعد ما داشتیم رانندگی میکردیم، بحث اقتصادی اینا پیش اومد و واره گرونی شده فلان شده بیسار شده اینا. بعد این خانمه برگشت گفتش که آقای محترم من اصلا دیگه اصلا فکر هیچی رو نمی کنم، انقدر دیگه مکافات و مصیبت و بدبختی سرم اومده دیگه گرون بشه، ارزون بشه، اسرائیل بخواد حمله کنه، اون بخواد اونجور، اصلا دیگه کاری ندارم. گفتم خانم مثل اینکه خیلی دلت پره، مگه چی شده، مگه چه اتفاقی افتاده؟ خیلی دوست داشتم بشنوم و خودم بتونم کمکش بکنم و تجربیات خودم بهش بگم. ایشون برگشت گفتش که من ازدواج کردم، شوهر خوبی داشتم، دختردار شدم، یه دخترم 3-4 ساله داشتیم و تا اینکه شوهرم سرطان گرفت. ما خیلی اینا درمان کردیم، یه جوری که دیگه کل هرچی پول و زندگی و خونه همه دادیم که این شوهرمون درمان بکنیم و بیمه خوبی نداشت و شوهرم فوت کرد. خب من موندم و یه مادر پیر داشتم و پدرم که نداشتم و با یه دختر خانم، دختر 3-4 ساله. بعد دخترم رو میذاشتم پیش مادرم یا مهد کودک میذاشتم نصف روز بعد پیش مادرم، اینا خودم میرفتم دیگه باید کار میکردم دیگه، شوهرم از دست رفته بود، مال اون از دست اون رفته بود، باید میرفتم کار میکردم، باید میرفتم یه جا توی جایی بود مرکز نگهداری سالمن بود، باید پرستاری میرفتم انجام میدادم. و گفت تا اینکه تو یه جا داشتم برمیگشتم یه تصادفی من کردم که حالا نمیخوام زیاد واردش بشم، یکی از پاهام کوتاه‌تر شد و میشلیدم، بعد میرفتم پرستاری مریضم میکردم و واقعا دیگه زندگی داشت بهم فشار میآورد، و تا اینکه یه روز من دیدم مادرم به من زنگ زد گفت پاشو بیا خونه. گفتم مادر چی شده؟ گفت بیای که دخترت حالش خیلی بده. میگه من سریع از سر کار بلند شدم و ماشین گرفتم رفتم خونه، دیدم دخترم اصلا حال نداره حرف بزنه، داره اصلا بیهوش میشه، داره از حال میره. اینو ما سوار ماشین کردیم و بریم بیمارستان و دکتر اومدن بالا سرش، آزمایش و فلان اینا رو انجام دادن و گفتن خانم محترم دختر شما دیابت گرفته. گفتم دیابت یعنی چی؟ گفت قند خون داره. گفت چی میشه؟ گفت باید انسولین بزنه. گفتم آخه دختر 4 ساله من 5 ساله انسولی؟ گو آره باید بزنم دیگه. گفت من دیگه مونده بودم دیگه، از طرف شوهرم دست دادم، از طرف پای خودم اینجوری، دخترم هم اینجوری، بعد من بایدم کار میکردم، کار نمیکردم زندگیم نمیچرخید. میگه بازم دخترم میذاشتم مهد کودک پیش مادرم، میرفتم میومدم. بچه من از 3-4 سالگی تا 8-9 سالگی که قند گرفته بود منم نمیتونستم بهش رسیدگی بکنم و باید سر کار میرفتم برای مخارج زندگی، این بچه منم نمیتونستم بهش رسیدگی بکنم، مادرم هم پیر بی سواد و اینا، این بچه من دیگه از این دیابت قند داخل بچه من رو داغون کرده بودش و تا اینکه بچه‌مون دیگه یه روز دیگه حالش خیلی بد بود و بردیم بیمارستان بستری کردیم و این بچه من یواش یواش کلیه‌اش از دست داد، چشش از دست داد، نارسایی قلبی پیدا کرد و
و بچه من تو بیمارستان فوت کرد. من موندم تنها. مادرم هم که پیرزن تقریبا دیگه رو به موت بود و مادرم هم فوت کرد. شوهرم رفت، بچه‌م رفت، مادرم رفت، خودم هم که یه پام علیل شد و اینه جریان من. حالا شما به من بگو ببینم اصلا خدا منو نگاه میکنه؟ اصلا خدا میگه من یه بنده ای دارم؟ یعنی من حقمه؟ چیکار کردم؟ نه مال کسی رو خوردم، نه دلش کسی رو شکوندم، نه کار بدی کردم، هنوزم نمازم هم میخونم. بعد من بین صحبت ها به این خانم گفتم که خانم من حقیقت از نزدیکترین افراد خانوادم تا حالا مرگ و میر نداشتیم، ولی خب من برادرم جانباز جنگ، نزدیک 200 ترکش تو بدنشه، خیلی داره اذیت میشه و من دارم این اذیت ها رو میبینم. من پدرم الان نزدیک 15 سال تو بستر بیماریه و الان دیگه بدنش داره تیکه تیکه میشه. پدر من هی زخم بستر پانسمان، زخم بستر پانسمان، پانسمان، اینا رو دارم میبینم. خودم نزدیک 10-12 سال خب دیابت گرفتم، انسولین میزنم و درگیر این مشکلاتی که دختر شما بوده تا حدودی درگیرش هستم و مادرم مریض، خواهرم مریض، یعنی ما از بچگی با مریضی و بیمارستان و بیمه برو با اینا بزرگ شدیم، اینا رو تو زندگی داشتیم، کشیدیم. منم اول فکر شما رو میکردم و میگفتم چرا خدا ما رو نمیبینه؟ آقا ما آمدیم به این دنیا چیکار کنیم؟ بدبختی بکشیم؟ چرا خدا ما رو نمیبینه؟ با خودم این فکر رو میکردم و این حرف رو میزدم. ولی بعد که من با این کلیپ های استاد شجاعی گوش کردم و بیشتر از اینکه خدا چرا اصلا ما رو به دنیا آورده، چرا خدا از روح خودش به ما دمیده، تمام دنیا رو خدا آفرید به خودش احسن نگفت، ما رو آفرید به ما احسن گفت. بعد شیطانی که 6000 سال عبادت کرد چون به ما سجده نکرد، شیطان از بهش بیرون انداخت و این همه خدا برای ما تدارکات دیده، این همه تشریفات گذاشته، این همه برای ما عزت قائل شده. خب ما اومدیم تو دنیا چیکار کنیم؟ شکایت بکنیم؟ خدا اگر چایی هم دست گذاشته، دست طبیعت ما گذاشته، طبیعت رو میگیره، فطرت رو قوی میکنه، به شرطی که ما شکرگزار باشیم، به شرطی که ما شکرگزار باشیم و از مصائب اهل بیت که 14 معصوم ائمه پیغمبرا که این همه سختی سختی کشیدن و اینا رو الگو قرار بدیم برای خودمون. خدا عاشق خوشه. گفتم شما پیش خدا ارج قربت بیشتره یا من پیش خدا ارج قربم بیشتره یا حضرت زینب یا فاطمه زهرا، کدوم این ارج قربشون بیشتره؟ خانم برگو خب حتما طبق این احادیث و روایاتی که ما شنیدیم، خب حضرت زینب از قربش بیشتر بوده، حضرت فاطمه جزو معصومین بوده. گفتم خب شما نگاه کن، حضرت زینبی که 3 روز برادرش امام حسین ندید، تب کرد، مریض شد، نمیتونست دوریش رو تحمل بکنه، جلوش تیکه تیکش کردن، هر کسی رسید با سم اسباش یه تیکه از استخونه امام حسین شکون و حضرت زینب میدید به چشم اینا رو. یا برادرش رو از دست داد، 2 تا طفلانش رو از دست داد. گفتم من شنیدم که از دروازه ساعات تا مسجد اموی شما پیاده بخوای بری 10 دقیقه راهه، ولی این اسرای کربرا که وقتی که از دروازه شامات وارد شام شدن تا مسجد اموی یه صبح تا شب طول کشید، یه صبح تا شبی که سنگ انداختن، خاک ریختن، آب دهن ریختن، چشترونی کردن، کتک زدن، سیلی زدن. این حضرت زینب تا اینکه رسید به اون مجلسی که مجلس ابن زیاد بود یا یزید بود، حالا من حضور ذهن ندارم، و ازش سوال کرد که زینب دختر شیر اثر، دختر شیر خدا، الان تو چی میبینی؟ این همه مکافات، این همه سختی، این همه بدبختی، اینقدر ادعاتون میشه، الان تو چی میبینی؟ که برگشت گفت ما رأیت الا جمیل، من غیر از زیبایی هیچ چیز نمیبینم. بهش گفتم خانم محترم میدونی چرا؟ ما هممون طبیعت گراییم، طبیعتمون به هم میریزه، رابطمون رو با خدا قطع میکنیم، این خدا ما رو نمیبینه. انسان ها یه طبیعت گرا هن، یه سریشون هم فطرت گرا هن.
ما اگه طبیعت رو بذاریم کنار و همه اینا رو لطف و کرم و دست نوازش خداوند ببینیم و فطرتمون رو قوی بکنیم، مطمئن باش این مشکلات برای من و شما باید ساده باشه. بعد بهش گفتم که خب نزدیک 20 دقیقه تا مسیر داریم، من یه کلیپ 14-15 دقیقه میخوای براتون بذارم اینو گوش بدید؟ گفت باشه آقا بذار، مشکل نداره. که من همون دوباره انسانشناسی 218 استاد شجاعی براش گذاشتم و ایشون کامل گوش داد. بعد که تموم شد موقع پیاده شدن گفتم که خانم حالا نظرتون چیه؟ گفت جالب بود، من تا حالا از این نظر به این دنیا نگاه نکرده بودم و الان شما این حرفی که زدی من واقعا میرم فکر میکنم و سعی میکنم که چی؟ از این موهبتی که خدا ببینه. اولش که نشست گفت خدا منو نمیبینه، ولی بعد که میخواست بشینه گفت موهبت الهی و من حتما بیشتر بهش فکر میکنم و سعی میکنم که به قول شما فطرتگرا بشم تا طبیعتگرا.